تو این ویدیو تا انتها با من همراه باشید. خیلی ویدیو به نظرم جذابی و پر از طعنه و کنایه است. پس منو تا انتهای ویدیو همراهی بفرمایید. دیروز یه خبر منتشر شد مبنی بر اینکه استقلال که در مقابل هوادار قرار میگیره تو ورزشگاه دستگردی، همانند دوتا بازی قبلیشون که در مقابل هوادار قرار گرفته، بازی بدون حضور تماشاگران برگزار میشه. چرا؟ چون که با توجه به منطقه قرارگیری این ورزشگاه در نزدیکی شهرک اکباتان و همچنین مشکلات پارکینگ، گیت و بلیت فروشی، بازی‌های به میزبانی این ورزشگاه همواره بدون تماشاگر برگزار میشه و مجوز شورای تامین رو نمیگیره. باشگاه استقلال واکنشی رو نشون داد در قبال این قضیه و گفت که مدیریت و اعضای کادر فنی استقلال امیدوارن این زمزمه‌ها در حد شایعه باشه، چرا که حضور در ورزشگاه و حمایت از استقلال حق طبیعی هواداری فهیم مجموعه آبیه و وقتی استقلال از بازی با حضور تماشاگر محروم نیست، نباید این حق از اونا سلب بشه. به یاد داریم قبل از این در شرایطی که پرسپولیس تو همین ورزشگاه دستگردی میهمان پیکان بود، وقتی اعتراض کرد مسئولای برگزار کننده لیگ برتر بازی رو به ورزشگاه آزادی بردن. آره دیگه، فصل پیش بود، خیلی هم اعتراض شد و انصاف حکم میکنه. بازی استقلال و هوادارم با حضور تماشاگر در هر زمین و زمان مد نظر مسئولان برگزار بشه، به نظرم پیشنهاد منطقی هم دادن استقلالیا. گفتن که اگه ورزشگاه دستگردی ظرفیت لازم برای پذیرایی از تماشاگر رو نداره، سازمان لیگ میتونه این بازی رو به زمین دیگه ای منتقل بکنه. استقلال حق داره آخرین بازی خودش تو سال 1402 رو در حضور تماشاگرای خودش برگزار بکنه. میگم منطقی گفتن استقلالیا. اینم فتوشات های شهاب زاهدی در پیراهن فوکوآکای ژاپن رو شما در تصویر مشاهده میکنید. دارزه موفقیت میکنم. دیروز هم مهدی قائدی گل زد و شادی گلش رو من نگاه میکردم، جدید شده مهدی قائدی. حالا دیگه برداشت این خوشحالی با خودتون. حالا اون قطعا میدونید دیگه، اون اتفاقاتش با خانم ستاره، فامیلش هم ستاره قمبری بود، نمیدونم. به هر حال محمد حسین کنعانی زادگان مدافع ملی پوش پرسپولیس هم 30 ساله شد دیروز، فکر کنم خانومش یا دوست دخترش، حالا دوست دخترش، ازش یه ویدیویی گرفت و داشت میومد و عاشق شد دوباره. پس مبارک تولدت، اینو گذاشته بود. حضور مهدی تاج در تمرین دیروز تیم ملی فوتسال رو شما در تصویر مشاهده میکنید. حضور حمید استیلی در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان. منم دیگه فردا پس فردا کمک‌ها رو میفرستم با یه ویدیو، یعنی ویدیو هم منتشر میکنم و همه چیزو ببینید، همه چیز روشنه در قبال این قضیه. زوبانیام خیلی این فصل بد شانس بودن، یعنی 4 تا بازیکنشون ربات دادن. آخرین بازیکنشون هم پوری آریاکیای که رباتش رفت واسه خودش و قبلش هم آرش قادری و سبحان خاقانی و نادر محمدی که اوتای خوبی میندازه دوچار این مصونیت شدن. امیدوارم دوره نقاهت رو سریعتر پشت سر بذارن و برگردن به میادین، ربات خیلی تلخه. محمد حسین فلاح که کلا بازی میکنه که به تیم اصفهان گل بزنه، یه مصاحبه کرده و گفته که اینکه به پرسپولیس نبازیم کار بزرگیه. آریا برزگر روز پنجشنبه زانوی خودشو به تیغ جراحان سپرد. حال عمومی آریا مناسب و روند پزشکی به خوبی پیش رفته تا اینجای کار. باشگاه پیکان هم یه درخواستی داشته که میدونید باشگاه پیکان که دو میزبانی اخیر خودشو مقابل پرسپولیس تو ورزشگاه آزادی و سردار آزادگان قزوین انجام داده، خواستار در اختیار گرفتن ظرفیت کامل 10% تیم میهمان برای بازی یکشنبه است. نمیخوان دیگه هوادارا بیان تو ورزشگاه که جو رو به سود پرسپولیسیا رقم بزنن. آها، اینم اقدام خیرخواهانه کوین یامگاه. من میگم چقدر بچه خوبیه، بیخود نمیگم که در اقدامی خیرخواهانه در ماه رمضان به افراد بی بضاعت کمک کرد، دمش هم گرم. گزارش دربی صبح دیروز توسط ناظران بازی به سازمان لیگ ارسال شده تا بعد از اون برای رسیدگی در اختیار کمیته انضباطی قرار بگیره. پرتاب بطری و سنگ از سوی هوادارهای دو تیم به بازیکنهای رقیب و همچنین برخورد سنگ پرتاب شده از سوی هوادارهای پرسپولیس به سمت کمک داور در گزارش ناظران وجود داره. پرتاب ترقه و مواد منفجره بخش دیگه ای از گزارش اتفاقات دربی 103 که کمیته انضباطی درباره اون تصمیم میگیره، به امید اینکه یه بار فرهنگ سازی بشه که سختم است، مونده تا برسیم. باشگاه روستوف روسیه هم از دعوت محمد محبی وینگر خودش به اردوی تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. صفحه فارسی ایفسی هم با انتشار گل مهدی طارمی به اریان گفته که توپ رو به مهدی طارمی برسونید، اون میدونه چطوری گلش بکنه. تبریک تولد کنعانی زادگان توسط باشگاه پرسپولیس رو شما در تصویر میبینید. آها، این حمله امیر حسین صادقی به سپهر ایدریه. چرا؟ چون که سپهر ایدری میاد یه استوری رو اول منتشر میکنه، ببینید دیگه نوشته عددشو 1 2 3 4، یعنی میخواد بگه که همه تو یک سوم دفاعی خودشونن استقلالیا. گفته همین که دقیقه
دقیقه 62 این صحنه نشون میده 11 نفر تو دفاع اتوبوسی ان، نشون از ترس تیم حریف و بزرگی پرسپولیس هستش. انقدر به دروازه ما نزدیک نشدین که اگه یه نفر وسط بازی تلویزیون رو روشن میکرد نمیدونست بیرانوند تو دروازه است یا سروش رفیع اومده تنها کنایه زده و گفته که وقتی سوت پایان رو زدن، وقتی بازیکنای حریف از مساوی با پرسپولیس خوشحالن و به هم تبریک میگن، این یعنی خیلی مونده تا بزرگ بشید. این حالا نظر سپریدری. من یادمه اصلا کلن تیمی که میاد مساوی بگیره طبیعتا خوشحالتره. یادم مثلا همین حرف و استقلالی ها سر گل جری بینگستون میزدن که با باسنش گل زد، میگو استقلالی ها بعدش میامدن استوری میذاشتن و میگفتن همین که شما از مساوی با تیم ما خوشحالید نشون از بزرگی استقلاله. کلن این اتفاقات عرف، جدی نگیرید بحث هواداری رو. خلاصه که امیرحسین صادقی میاد یه استوری میذاره و جواب میده به سپریدری و گفته که آقای به اصطلاح محترم، دیگه زیادی داری گوه تیم ما رو میخوری، احترام خودت رو نگه دار، دیگه نمیدونم دنبال چی میگردی، از هواداره تیم رقیب میخوام بیشتر به توجه کنن، هم خودت هم نمیدونم چیز مرکز توجه باشید. حالا بیشتر با خانوم سپریدری بوده. بعد سپریدری میاد واکنششو میده، کودکستان رو ببینید دیگه، راضی هم باشید و شما مثل سپری و امیرحسین صادقی نباشید، انقدر نیاد بگید آی حالا که ما 4 تا زدیم و 6 تا زدیم، نه اینجوری نباشید. اومده گفته که سلطان گل بخودی تو یکی ببند که تو دوران فوتبالمون از تو بیشتر سوراخ نداشتیم، اونقدر که با این خودشیرینی ها هیچ کدومش رو نمیتونی در پوش بذاری. اونی که دنبال توجه هستش تو دوزاری هستی که شبکه آموزش هم شده میری که کره 5 ساله بخونی. یه پرسپولیسی نیاز به توجه نداره، اونم من که 3 بار بهتون گل زدم و رفت و برگشت از پشت سر تو زدم تو گل. میدونی چرا؟ چون همیشه سوراخ آبی خودت بودی. در ضمن اونقدر دنبال توجهی که منو تگ میکنی ویو بخوری به توجه باشه. راستی داداش یادت یه بار گوه زیادی خورده بودی راجع به پرسپولیس، کار ما زده تو بیمارستان به گو خوردن افتادی، الان همه ی پیامات به من رو از ترس پاک کردی. خدا رو شکر باز ما دوتا کار مثبت انجام دادیم، یه جای کوچیک تو قلب هوادار داریم و نیاز به توجه نداریم. تو چی که همه فقط زدن تو سرهای بعد گل به خودی از تو یادشونه. در آخر درست مرداد بین ما نیست، ولی من تا زمانی که نفس میکشم از پرسپولیس با تمام وجود حمایت میکنم و یه تن جلوی همتون وامیستم. کره زشتیه دیگه. ما وقتی از سپریدری و امیرحسین صادقی این چیزا رو میبینیم دیگه از مخاطب خودم چه انتظاری دارم که بیاد رعایت بکنه که فوش ندن به هم دیگه و فوش به من ندن. بگذریم. زمان نشست خبری سرمربی سرخابی در هفته 21 لیگ برتر که حالا بهش هم میپردازم برگزار شد که ساعت 10 اسمار ویرا سرمربی پرسپولیس، ساعت 10:30 رضا عنایتی سرمربی پیکان، بازی استقلال هوادارم نمیدونم جواد نکونام میاد، محمد نوازی میاد، مهدی هاشمی نصر میاد نمیدونم، ساعت 13 قراره برگزار بشه و 13:30 هم که مربی هوادار میاد که مسعود شجاعیه و حالا اتفاقا حلالزاده هم از یه استوری رو منتشر کرده و گفته که سپاسگزارم از هواداره دوست داشتنی تراکتور و مردم محترم آذربایجان که مثل همیشه من و مورد لطف و حمایت خودشون قرار دادن. یاشاسین آذربایجان دمشون گرم. مسعود شجاعی به عنوان کسی که سابقه پوشیدن لباس تراکتور رو داره وقتی رسید به ورزشگاه یادگار یک صدا تشویقش کردن. اینا به نظرم جذابیت های فوتبال ماست و کارهای هجومیشون بیشتر معمولا ختم میشه به این بازیکن و توی که توی عمق استفاده میکنن ترجیح میدن که به این بازیکن برسه برای اتمام کردن با ثمر رسیدنشون. بعضی وقتا اون مدل بازیشون عوض میکنن، 5-2-1 بازی میکنن یا 5-3-2-1 بازی میکنن. ما باید مطالعه کنیم ترمینامون رو طبق حالا شرایطی که بازی میکنن ترمینامون رو انجام بدیم. برای ما خیلی مهمه که بعد بازی دربی بازی خوب جلو پیکان انجام بدیم و بتونیم امتیاز لازم و امتیازی که لازم داریم برای ادامه فصل به دست بیاریم. و این آخرین پنجمین بازی تو اون جدول فشرده‌ای که تو فرم فشرده‌ای که بازی‌ها بودش و ببینم که تونیم نتیجه خوب بگیریم و تمام بازیکنان تو اون شرایط ایدئال و 100% خودشون باشن تا به نتیجه مطلوب برسیم. شاخ بازی 0-0 برای هیچ تماشاگری که بازی رو نگاه می‌کنه ناراحت کننده است. دوست نداره این طرف، چون خیلی وقت تلف شد توی بازی، مثلا توی کار پزشکی، تعویضات، بازدید وار یا افتادن های بعض وقتا غیر واجب، این چیزا اتفاق افتاد. برای همین یه ذره کسل کنندهش بیشتر شد. ما مثل هوادار خودمان نتیجه 0-0 راضی نبودیم، چون ما برنامه داشتیم، میخواستیم نتیجه به دست بیاریم، چون اونطوری که میخواستیم از شرایط سانسایی که داشتیم نتونستیم استفاده کنیم، نتونستیم اون نتیجه مطلوبی که میخواستیم برسیم. حالا اون درس که میگید ما گرفتیم چه استعدادی، این که آقا
هر موقعیتی به دست میاریم همون موقعیت رو باید استفاده کنیم ازش، نه به فکر قبلیه باشیم نه به فکر بعدی، همون لحظه از هر موقعیتی که داریم استفاده کنیم تا بتونیم اون نتیجه که میخوایم بهش برسیم. هادی طباطبایی هم به اختلافات جواد نکونام و مدیریت باشگاه استقلال یه واکنشی نشون داده. آقا هادی بفرمایید. سرمربی یک تیم سکاندار اون کشتیه. بله. همه با تلاش بکنیم که شرایط رو فراهم بکنیم. یعنی در خدمت سرمربی که مربی تیم بتونه کارش رو انجام بده، نتیجه بگیره، چون جوابگوی حوزه فنی در چمن سبز زمین فوتبال سرمربی تیمه. خب باید این ساپورت وجود داشته باشه. وقتی که این اتفاقات نمیفته و یه بخشی در این سالهای اخیر به خصوص از زمان وزیر دولت قبلی که این مدیرانی در استقلال گذاشتن که با یک سیستم پوپولیستی اومدن، فقط اومدن به هوادارا وعده و وعید دادن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. ببین این فشارها از اون سالها هنوز وجود داره. این اتفاق هم که میفته باز فشار رو میاره رو کادر فنی، روی مربی تیم، رو بازیکنهای تیم، که باعث میشه که در واقع اون اکثر دستشون بسته باشه. الان من سوالم اینه، من میگم وقتی که با یه باخت، من چون کلام منعقد نشد، وقتی با یه باخت شما میاد یه بیانیه میدید میگید ما از کادر فنی حمایت میکنیم، یعنی اگر مربی دو تا سه تا باخت بیاره میخواد مربی رو عوض کنید. من امیدوارم اتفاقی که برای شفر افتاد واسه جواد نکونام نیفته، چون تا الان خوب نشد. شفر یادتونه دیگه، سوم جدول بود عوضش کردن، یعنی شاید اگر شفر میمون اون سال اتفاق بهتری هم میافتاد. امیدوارم این اتفاقات نیفته. ببینید الان نیازمند این هستش که استقلال هم کادر مدیریتی هم کادر فنی با هم دیگه بخوان به یک نقطه‌ای برسن، تلاش بکنن که استقلال تا اینجای کار اومده، طرفدارای تیم دارن لذت میبرن از نتایج، تیم بتونه کارشو بکنه، در نهایت هم بتونه ان شاءالله واسه هواداری قهرمانی بیاره که خیلی وقت هم است منتظر این اتفاقات هستن. تصاویری از تمرین دیشب پرسپولیسیا رو شما در تصویر می‌بینید. یحیی گل محمدی هم یه مصاحبه‌ای داشته با آقای پژمان راهبر، سردبیر سایت ورزش سه میشه آقا پژمان، و فقط گزیده‌ایشو میگم، یه قسمتش که مهمه رو واسهتون میذارم. گفته که مربیگری همینه، وقت نفس کشیدن نداری. گفته با بازیکنای همبازی شدم که آرزو داشتم ببینمشون. با علی دایی با هم به تیم ملی دعوت شدیم. اسلام شهر رو بگردی یه تیم ملی جمع می‌کنی. حالا نظرات یحیی گل محمدی. سوال از شما آقا یحیی، چرا یحیی نمیتونه 10 سال سرمربی پرسپولیس باشه؟ گفته که فوتبال ایران احساسیه نه حرفه‌ای، تصمیماتی که گرفتم فقط به نفع پرسپولیس بود، الان خیلی بیشتر وقت میذارم. در مورد شایعه دلخوریش از علی پروین هم صحبت کرد آقا یحیی و گفته که کودکی و نوجوانی فقط یه اسم رو میشناختم، اونم علی آقای پروین بود. در مورد جدایی از پرسپولیس گفته و آقا یحیی دیگه خودتون بفرمایید. خب واقعا خودم زیاد دوست دارم راجبه حالا تیمی که بودم و کار کردم زیاد صحبت کنم، در صورت دوست دارم که بیشتر راجبه کلیات و بحث مربیگری تو فوتبال و استراتژی این چیزا صحبت بشه. گفتم تو صحبت ها ببینید من فقط یه هدف داشتم، اونم موفقیت تیمه و چالش هایی هم که خوردیم فقط به خاطر این بود که این امکانات و اون شرایطی که باید برای یه تیم مهیا بشه متاسفانه واقعا میگم برای من خیلی کم اتفاق افتاد و متاسفانه احساسی که من داشتم این بود که شاید وجود من باعث این اتفاقات بوده و بهترین تصمیمی که به نظرم گرفته شد و خودم گرفتم شاید همین جدایی از پرسپولیس بود، چون با حالا بذار من اینجوری بپرسم ازتون، چه مطمئن شدین که وقت دیگه وقت واقعا دیگه باید مثلا استعفا بدیم؟ حالا شما بعد بازی مثلا رفسنجانی کار کرد، در مثلا در مدتی طولانی هی با خودتون تصمیم می‌گرفتین که این بازی یا اینکه اون روزو گذاشته بودین؟ یعنی ببینید مقطعی که من جدا شدم مقطعی بود که باشگاه فرصت داشت که مربی جدید بگیره، تعطیلات 45 روزه خوبی هم میتونستن استراحت بدن، هم فصل نقل و انتقالات بود، هم میتونستن بالاخره تمرینات منظمی داشته باشن. این تصمیمی که گرفتم به نظرم بهترین موقع برای تیم بود و دیدین که بعد از اینکه منم جدا شدم اتفاقات خیلی خوبی تو این باشگاه افتاد و هم تو بحث گرفتن بازیکن، تو بحث اردو، به نظرم
شاید یه نفر از من حالا بعدها بخواد بپرسه که بیشترین کمکی که به پرسپولیس کردی چی بود، میگم همین جدایی من از پرسپولیس بود. و در صورت از لحاظ کاری ضربه زیادی بهم خورد، از لحاظ اعتباری بالاخره شرایط خوبی برام به وجود نیومد، ولی همه این تصمیم گیری ها به نظرم به نفع پرسپولیس شد. موقعی که توی تیم پرطرفدار کار میکنی و بعد بحث جدایی به وجود میاد، واقعا یه دلبستگی خاصی، نمیتونم حالا زیاد راجبش توضیح بدم، بین خودت و هوادارا به وجود میاد. و وقتی میخوای جدا بشی از این شرایط و از این جو احساسی که وجود داره خصوصا، خب در صورت شاید روزها شبها بهش فکر میکنی و شرایط سختی برات به وجود میاد. اون برخوردی که تو جامعه، تو بیرون، تو خیابون با مردم داری و این دیدار و این گفتگویی که میکنی، همه اینا تأثیراتیه که وجود داره و تأثیر میذاره روی شخصیت آدم، روی احساسات آدم. در مورد نبیل باهویی هم یه حرفی زده یحیی گل محمدی و گفته که هر کسی جای من بود نبیل رو به تمرینم راه نمیداد. به ما در مورد نبیل باهویی واقعیت رو نگفتن. حالا یکی از بازیکنایی که فکر میکنم شبیه نبیل باهویی به باشگاه پرسپولیس لینک شده، اینو روزنامه گل گفته، اتفاق خوبه که سرم بزنیم به روزنامه‌های ورزشی کشور. ابوبکری کانته جدیدترین گزینه خط حمله پرسپولیس، دورگه‌ای با 5 گل زده تو هر فصل. نمیدونم شایعات هاست یا رنگ واقعیت به خودش میگیره. البته که رضا درویش در سبرتی شده که زودتر گزینه رو اعلام نکنه که حضور دلالا هم داشته باشیم. فدراسیون والیبال برخلاف معمول گزینه سفارشی نداره. رقابت خودیا برای صندلی داورزنی، حالا باید ببینیم این ابوبکری کانته عملکردش چجوری اصلا میاد نمیاد، شایعه است واقعیت. تورانیان، صادقی خالدآبادی و دیگران چی شدن؟ دریغ از حتی یک مورد جوانگرایی جواد نکونام. بعد از چند دربی تماشاگر سند بازگشت به تنظیمات کارخونه، حالا استقلال بالاترین شانس رو داره. اینو هاشم حیدری گفته و گفته که تساوی ایدئال ترین نتیجه بود. پرسپولیس صدرنشین رو به زیر میکشه مثل فصل قبل. آقای شاه محمدی گفته نکونام با بازی بسته دربی رو خراب کرد. من جوایز رو هم اهدا کردم و به کسایی که درست پیش بینی کرده بودن، به 4 نفر فعلا دادم. یه آریو برزن مونده که اونم بیاد و بالا به من شماره کارت بده دیگه مشکلش حل میشه. آرمین نعمتی برد، مهدی جمالی که برادر افغان مونم هست خیلی به سر درجه یکیه، گفت آقا من 500 رو نمیخوام، میخوام کمک کنم به سیل زده ها. دمش گرم، آرام و معرفتش زیاده. فرشید بود و آرمین یاری که مبارکشون باشه. خبر ورزشی چه خبر؟ نعمت‌زاده به المپیک پاریس رسید. دومین سهمیه تکواندو بانوان که جای تبریک داره. تیرانداز المپیکی به دنبال مدال پاریس. رستمیان 2 نقطه. صاحب سلاح جدید شدم. قرعه کشی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان دیروز برگزار شد که خیلی هم جذاب شد. آرسنال به بایر مونی خورد، اتلتیکو مادرید بورسیا دورتموند، رئال منچستر سیتی که تقابل پپ گواردیولا با رئال مادرید میتونه جذاب باشه. دو فصل پیش که بازی رو واگذار کردن، پاری سن ژرمن هم در مقابل بارسلونا قرار میگیره، رویارویی عثمان دمبله با همبازیای سابقش. پاشازاده گفته داور پنالتی مسلم استقلال رو نگرفت. در ماجرای همراهان تیم ملی، ارگانهای نظارتی میتونن از فدراسیون توضیح بخوان. اینو واعظ آشتیانی گفته و گفته که هیچکس به من دستور نداد دربی مساوی بشه. آقای مهدوی گفته اتوبوس استقلال دربی 103 رو زشت کرد. گمانه‌زنی جدید، سرخابیا به 2 بانک خصوصی واگذار میشن، باور نکنید. درخواست ویرا از باشگاه بعد از دربی، مهاجم بلند قامت خارجی میخوام. آخرین رقابت استقلال و پرسپولیس قبل از سال تحویل، نکونام و ویرا فردا شب فقط پیروزی میخوان. ابرار چه خبر؟ بهترین ورزشکار توانیاب ملیح صفایی پاراشطرنج، دمشق بهترین ورزشکار مرد مهدی الفتی ژیمناستیک،
لیگ بهترین ورزشکار زن فرزانه فصیحی دو و میدانی. جالبه بهتون بگم اینو خیلی رسمی و جایی که نشنیدین میگم، فرزانه فصیحی بود که حالا رد شد به خاطر اشتباهات آقای مهدی مبینی، فرداش رفته دم فدراسیون دو میدانی و گریه و زاری گلایه و شکایت 100 میلیون تومان هم گرفته خانم فرزانه فصیحی که فعلا هم درس پیدا نکرده تو خبرگزاری‌ها. بهترین رشته تیمی تیم ملی فوتبال ساحلی، بهترین داور سال سید وحید کاظمی، انصافا قضاوتش خوب بود. بهترین بازیکن سال سردار آزمون و سعید دقیقی هم بهترین مربی سال. هادی چوپان در جمع 5 بدنساز برتر تاریخ، بانوی تکواندو تاریخ ساز شد. مبینا نعمت‌زاده به المپیک پاریس رسید. سازمان لیگ این بازی رو به زمین دیگه‌ای منتقل کنه. استقلال گفته که بازی آخر سال فقط با تماشاگر. ضربه زیادی به کار و اعتبارم خورد. یحیی گفته جدایی بهترین کمک من به پرسپولیس بود. آره دیگه وقتی جدا شد دیدیم که چه اتفاقاتی واسه پرسپولیس افتاد، چقدر تو نقل و انتقالات موفق بودن. آقای هاشمی هم گفته دستگیری تنگدستان در ذات ورزشه. نام تختی به خاطر کمک به نیازمندان زنده مونده. منم افتخار میکنم به شماها که اینقدر مخاطبای درجه یکی دارم و دمتون گرم که روسفیدم شدم و میگم دیگه تا پس فردا من کمک‌ها رو میرسونم به دستشون. ویدیو هم میذارم که دیگه شک و شبهه‌ای هم در کار نباشه، چون خودم به همه چیز شک میکنم، دوست دارم که همه چیز واضح و روشن باشه. وزیر ورزش به عیادت مهدی حاج محمد رفت. آرزوی سلامتی هم میکنم. روزنامه هدف بازی استقلال بدون تماشاگر میشه. تماشاگرای بازنده دربی و خیلی از هوادارهایی که دنبال میکنن. ببین پیش از شهرآورد خیلی جذابه ها، ولی وقتی که 90 دقیقه رو آدم میبینه هیچی نداره خیلی ارث میخوره. اصلا استقلال پرسپولیسی هم نداریم، دو تیم افتضاح بودن. برمزیار گفته بیکیفیت ترین شهرآورد رو دیدیم. شکایت باشگاه پرسپولیس از سال اردانی صحبت کردیم، داربی فقط وقتمون رو گرفت. اینا امید درخشان گفته. امید آلیشا که به نظر من جز معدود بازیکنای خوبه شهرآورد بود، دو بازی تا رکورد تاریخ لیگ. یک شنبه 27 اسفند قرعه کشی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی که استقلالی‌ها حذف شدن. پرسپولیس هم که نفت و گاز رو بردن، سپاهانی هم شمس‌آذر رو بردن. اگه استقلال میومد بالا به نظرم خیلی جذاب‌تر هم می‌شد. مرداد و 76 روز دوری از ترکیب اصلی، معمای حل نشده گرون‌ترین خرید استقلال که خود هواداری استقلال هم الان شاکی‌اند که چرا مرداد محمدی رو بازی نمیده. یعنی ماشا یه خط بیاد عقب‌تر، مرداد گوستاو و بلانکو زوج خط حمله بشن، به نظرم خیلی بیشتر کمک میکنه. این جانب احتیاط رو انقدر جواد نکونام رعایت میکنه که 7-8 تا افک دفاعی میذاره. اینو هواداری استقلال شاکی شدن از این قضیه. حالا امیدوارم تو بازی‌های بعدی استقلالی‌ها بتونن بهتر بازی بکنن. دیگه دریل هم روشن شد. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب رو بچه‌ها بزنید، حتما این دکمه لایک رو بزنید، کمک میشه به ویدیوم. دمتون گرم فعلا.